سلام تو این قسمت ان قصد داریم نمونه سوال امتحان نهایی حل کنیم شاید دو سه تا هم سوال یه ذره بالاتر از کتاب فکر می کنم نه تا سوال بشه امیدوارم خوب استفاده کنید و دعاتون همیشه پشت سر ما باشه چند تا نمونه سال از فصل دو مهم امتحانی حیاتی حل کنیم سال یک سه کسر گویا بین دو کسر چهار پنجم و دو سوم بنویسید خب یه روش اینه که مخرج رو مشترک کنی و ببینی کسری تولید میشه یا نه برای مشترک کردن مخرج ها باستی اینو زبدر پنج کنم اینم ضبط در سه مخرج مشترک گیری شد این تبدیل میشه به ده پونزده هم. این تبدیل میشه به دوازده پونزده هم دقت کنید بین ده پونزده هم و دوازده پونزده هم یک کسر رو, رو روال پیدا میکنیم روال یعنی که مثلا یازده دوازده مثلا ده یازده و دوازده خب یازده دوازده هم. ولی اینجا گفته چی؟ سه تا کسر گفتیم تو همچین موقعایی میای این سه رو یه واحد کم میکنی میشه چی؟ دو بعد صورت و مخرج آنچه که اومدی مخرج مشترک گیری کردی رو زب در دو میکنی یعنی اون کسری که حاصل مخرج مشترک گیری شده شه اون رو در دو میکنی پس یه بار دیگه میگم این سه رو میام یه واحد کم میکنم سه منه یک دو بعد این دو رو برمیدارم میام زب در صورت مخرج این کسری میکنم که قبلا مخرج مشتری کردم تو مرحله اولش حالا ببین با این چه اتفاقی میفته این میشه 20 سیوم اینم میشه 24 سیوم حالا بین 20 بیست و 24 بیست و میشه 21 سیوم 22 سیوم 23 سیوم سه تا جواب تو میشه این یا سه تا کسر تو 21 سیوم 22 سیوم و 23 سیوم این روش مخرج مشترک گستش بهتر بود حالا یه روش دیگه اینه که بیای دو و چهار رو با هم جمع کنی سه و پنج هم جمع کنی این میشه چی؟ 6 هشتم از روش دومی روش دومم برم روش دوم خب این میشه چی؟ 6 3 و 5 8 این 6 و بین این دو دوتاست حالا باز 6 و 8 رو یه بار به 2 سوم 3 بزن یه بار هم با 4 پنجم بزن 6 و 4 10 8 و 5 13 6 و 2 8 8 و 3 11 این هم یه جواب یکی می آقا این جوابا با این که یکی نیست باشه بین دو تا کس بی شمار کس داریم دیگه سوالم گفته سه کس بنویس نگفته حتما اون کسری که مثلا از طریق مخم که یا از طریق چیه هر روشی دوست داری برو فقط درست باشه منطقی باشه یه نکته دیگه تو این سال بگم یکی ممکنه بگه آقا من میتونم بنویسم مثلا اینجا یازده و نیم پونزده هم نه دیگه اینجوری خرابش نکن گفتیم کسر گویا کسری که صورت و مخرجش چیان صورت و مخرجش صحیح هن. دیگه اشاری تبدیلش نکن یعنی صورت و اشاریش نکن یا مخرج و اشاریش نکن بریم سراغ سال دو نوع عدد اعشاری حاصل از کسر زی را بنویسید منظورش اینه که کدوم متناوب ساده است کدوم متناوب مرکبه یا کدوم مختوم به صفره یا همون مختوم خب نه بیست و دوم اول نگاه کنید ساده میشه یا نه خب نه ساده نمیشه نه با بیست به چی ساده نمیشه پس اول سادهش کنی بعد بررسیش کنی خب اگه ساده نشد میریم سراغ بررسیش با صورت کاری نداشته باش وقتی دیگه ساده نشد بیا مخرج رو تجزیهش کن خوردش کن ببین به چه عواملی تو اعداد اول تجزیه میشه یعنی انقدر خورد کن به عدد اول 22 یعنی چی؟ دو زب در یازده خب ببین مخرج عامل دو داره عامل یازده هم داره یعنی اینجا خورده شیشه داره متناوبه اما چون عامل دو هم داره متناوبه مرکبه یعنی اگه فقط یازده و داشت میشد متناوبه ساده ولی چون عامل دو داره ببین گفتیم عامل دو یا پنج داشته باشه عوامل غیر از دو یا پنج هم داشته باشه میشه متناوب مرکب پس این میشه متناوب مرکب متناوب مرکب بعدی هفت پونزه هم هفت که خودش این ساده نمیشه پونزه تجزیه کن میشه چی؟ سه پنج تا اینم همچنین اینم هم نگاه کن عامل پنج داره عامل سه هم داره چون عامل پنج داره یه عامل غیر از پنج هم داره میشه باز متناوب مرکب این هم میشه متناوب مرکب و بعدی اینو ساده کن چرا؟ نه به سه سه بیس و چهار به سه هشت پس از ساده کردن حالا مخرج رو تجزیه کن میشه دو به توان سه مخرج چی داره؟ اونم سه صورت ها سه به روی دو به توان سه مخرج عامل دو داره فقط وقتی فقط عامل دو داشته باشه یا فقط عامل پنج داشته باشه یا هر دوتا تاشو داشته باشه یعنی چی هم عامل دو داشته باشه هم عامل پنج یعنی غیر از عوامل دو و پنج چیز دیگه تو مخرج دیده نشه درست شد اینو قبلا توضیح دادیم اون وقت میشه چی مختوم به صفر پس این میشه مختوم به صفر یا همون بنویسیم مختوم این هم از این سال بریم سراغ سال سه توی سال سه محاسباتی هستش که شاید خیلی رو اذیت کن آزار بده ولی اینا رو مرحله به مرحله تمیز حل کنید کاری حل میکنی آخرم خودت اصلا کلافه میشی ممکن جواب غلط هم برسی پس یکی از مسائل مهم برای حل اینجور جور که از نظر درشتی حجم زیادی داره اینه که آقا یک مرحله مرحله دو تمیز بنویس یعنی نگارش درست سواله یک دوم تقسیم بر پنج ششم ضرب در یک سوم منهای یک قدیم ما اون نمیدونم پنجم شیشم و چهار سال پارسالا میدونستید که وقتی که ضرب و تقسیم دنبال هم بدون پرانتز باشه ها اینجا پرانتزی هم نیست میبینی اولویت چیه اولویت از سمت چپه اصلاً،, اصلا به تقسیم یا ضرب بودن بس نره از سمت چپ شروع کن بیا جلو یعنی الان من اشتباه 5 6 ضبط ضرب در یک سوم کنم درست اینه که یک دوم ضرب در 6 پنجم کنم یا یک دوم تقسیم بر 5 6 کنم تقسیم هم بلدم مینویسم چی یک اولی خودشو می مینویسم تقسیم به ضرب تبدیل میشه کسر دوم معکوس میشه میشه 6 پنجم ضرب در یک سوم منهای یک حالا اولویت با ضرب کلا دیگه شد ضرب این به دو یک این به دو سه سه به سه یک سه به سه یک اینجا شد یک ضرب در یک ضرب در یک این هم شد یک ضرب در پنج ضرب در یک پس کلا شد یک یک پنجتا پنجتا، پنج تا پنج یکی پنج, پنج تا من های یک خب یک پنجم من های یک رو بلدم میشه چی؟ یک پنجم من های پنج پنجم یک رو مینویسم پنج پنجم میشه چی؟ منفی چهار پنجم میشه جواب آخر عادت کنید دور جواب آخر خط بکشید تو امتحان طرف دنبال جواب نگرده سر امتحان معماتر نکنید برای اون مصححتون یه جوری می نویسید. فلش میزنید زنید می ادامه در دو صفحه قبل نرسیده به جنوب شرقی این کارا رو نکنید موسعه و راحت باشه ممکنه تو کاملا درست بنویسی یا ولی چون جواب آخرت اون لابل اون شلوغی گم شده ها یه مثلا یک آدم مثلا بی عصای مثلا یه کلا خط میزنه برگتون پس مراقب نوشتناتون برای بار دهم ده دارم میگم باشید و دور جواب آخر رو خط بکشید عادت کنید به این ماجرا یک من های یک سوم به روی دارم میخونمش پنج تقسیم بر ده سوم ضبط در 5 شیشم من های یک به روی 5 تقسیم بر دو یک دوم همین خوندن من به شما کمک میکنه که بعد چیکار کنی یعنی اول بعد حاصل این تقسیم به دست بری بعد حاصل این تقسیم به دست هم کنیم برای به دست آوردن حاصل این تقسیم میریم سراغ به دست آوردن صورت و به دست آوردن مخرج به تقسیم من تقسیم میکنیم من اینجا اینطور می با این بنویسم یک منهای یک سوم تابلوه میشه چی؟ میشه سه سوم منهای یک سوم میشه دو سوم پنج تقسیم بر ده سوم یعنی پنج من اینجا تعریفش کنم یعنی پنج زب در سه دهم ده همینجا سادهش کن یه گوشه ای تو چه نویسم. همینجا با راحل بنویسی به بهترم هستم این به ده ببخش این به پنج دو این به پنج یک میشه سه دوم پس اینم شد سه دوم زب در مخرج مشترک یعنی چی؟ پنج شیش و منو یک مخرج مشترک داره دیگه شیش و هش مخرج مشترکش بعضی سریم شیش هشت چلو هشم نکنید غلط نیست چلو هش اما خوشگلترش اینه که بگی سه تا بیست و چهار تا بیست و چهار به شیش میخوره مخمش های 24 قشنگ ترشه میخوای اینو پایین حساب کن میخوای همینجا حساب کن میخوای اینجا حساب کن حاصلش اینجا بنویس دست خودته من راحت ترم اینو پایینش حساب کنم پس میگم 5 شیشم من یکی چون جا دارم دیگه یک هشتم چی شد 24 6 ضرب در چند شده شده 24 ضرب چهار؟ 4 5 در چهار بشه میشه 20 8 در چند شده شده 24 زبد در 3 هم در سه بشه میشه چی سه. 20 منهای 3 17 24 روم یه چک کنیم اینو درست نمیشنیم 5 6 روم منهای 1 8 روم خب اینجا گفتیم این زب در 4 بشه اینم چهار. این هم زب در 4 این زب در 3 که بشه 24 این هم زب در 3 میشه 20 منهای 3 20 منهای 3 هم 17 درسته 17 24 روم میذاریم اینجا حالا بینید سراغ حاصل تقسیم این این همین زیری به دست بیارم میشه پنج شیشم زب در این مخلوط دیگه کسری چی میشه دو یک دوم میشه دو دوتا چهار تا, تا بله یک پنج دوم موقعی که تقسیم رو به زب تبدیل میکنی پنج دوم میشه چی؟ محکوس دو پنجم حالا پنج با پنج پر دو به دو یک این به دو سه میشه یک سوم حاصل یک سوم بنویس اینجا نه ترسید مرحله مرحله بشینید، خورد خورد حساب کنید هر مرحله هم نمره خاص خودشو داره یه خط بکشیم قاطی نشه ادامه ماجرات دو سوم بعد تقسیم بر سه دوم بشه یه وقت دو سوم و سه دوم خط نزنیم یا آقا تقسیم چی چی گوش کن دو سوم که سه دوم نیست خط بخوره یا بیا دور دردون نزدیک در نزدیک کن یا بشین تقسیم و تبدیل به ضرب کن من اینجا دور دردون نزدیک نزدیک راحتم دو زب در دو میشه چهار سه هم زب در سه نه میشه چهار نه هم زب در اینم ببینم جواب میده دور دردون نزدیک نزدیک بعد نیست فاسش ولی بعد ساده کنی قبلش سه رو زب در هیوده کن بیس چهار هم زب در یک یعنی این تیپی میشه نگاه کن سه بیاد زب در هیفده بشه میاد تو صورت همیشه دور در دور حاصلش میره تو صورت نزدیک در نزدیک میره تو مخرج 242, 24 یکی 24 تا قبل از ضرب ساده کن 3 به 3 یک این به 3 8 میشه میشه 8 17 هشتم جواب نهایی این به 4 یک این به 4 دو دیگه ساده نمیشه یک 17 تا 17 تا نه دو تا هجده تا 17 18 هم میشه جواب کل این از این چیزا تو هر کتاب کاری چیزی هر جزوه گیر وردی زیاد حل کنید بریم سراغ جیم منفی دو منهای سه به روی چهار به علاوه چهار به روی یک من و یک پنجم اینجور کس را رو که اینجور پلکانی پل اومده پایین از پایین شروع کن برو بالا یعنی منفی دینو بذار کنار فعلا این شلوغه رو از پایین کمرش رو بشکن یعنی بگو یک منای یک پنجم میشه چی؟ میشه پنج پنجم منای یک پنجم میشه چهار پنجم حالا چهار به روی چهار پنجم حساب کن چه قلب تو قلبی شد چهار به روی چهار پنجم یعنی چهار زب در پنج چهارم چرا تقسیم دیگه چهار تقسیم بر چهار پنجم یعنی چهار زب داره معکوسه چهار پنجم چهار به چهار میره میشه یک ببخشید میشه پنج یک پنج تا پنج تا پنج یکم پنج یکم یا همون پنج خودمون پس کل این شد پنج چهاره به علاوه پنج هم میشه چی؟ نه کلن شد منهای دو منهای سه خب منهای دو منهای بعضی ها سه نهم و من دیدم می نویسن خب سه که با نه ساده میشه میشه سه این یک سوم سه میشه سه نمیشه حواس اون جمع باشه بهش یک سوم خب مخم رو کن و حلش کن یه مخرج یک بده به دو سه یکی سه تا سه دو منفی شیش یکی یکی هم یکی منفی هفت سوم دوستش داشتی؟ بفرست و سه بقیه حالا یک بر روی یک به علاوه یک روی یک به علاوه یک بر روی یک به علاوه یک, یک, یک دوم این هم مثل بالایی، از پایین شروع کن، بزن کمارو بشه کن یک برای بله یک دوم، میشه چی؟ سه دوم وقتی مشاهدگیری کن، میشه سه دوم دو دوم، بل یک دوم، میشه سه دوم یک بروی سه دوم یک بروی هر کسری بیاد، اون کس رو چی کار میکنه میکنه؟ پاش میکنه، یعنی معکوسش میکنه پس یک به روی سه دوم میشه چی؟ دو سوم حالا یک به علاوه دو سوم یک یعنی سه سوم سه سوم به علاوه دو سوم میشه چی؟ برم سراغ این یک به علاوه دو سوم یعنی سه سوم به علاوه دو سوم میشه پنج سوم یک بروی پنج سوم اونو باز کله پاش میکنه یک بروی روی پنج سوم میشه چی سه پنجم پس کلا یک رو بنویس این یک هم سر جاش بله بگه حاصل یک بروی پنج سوم شد سه پنجم حالا دیگه ببینید چقدر ساده شد پس از اینجا شروع کردیم رفتیم ما یک رو بنویس اینجا رو حساب کن این میشه پنج پنجم به علاوه سه پنجم یعنی هشت پنجم خب یک بروی هر کس رو ک رو وارونش میکنه یا معکوسش میکنه میشه چی؟ پنج هشتم تا اینجا سه تا سال حل کردیم بریم سوالای بعدم ببینیم اونها هم مهمه سوال چهار میشه یه ذره سرعتی حل کنیم چون تکراریه نگاه کنید خواهم نشون بدیم این رو یه نقطه از نقطه آ منفی دو مرکز کارته منفی دو رو پیدا کن صفر یک دو این سه منفی یک منفی دو خب حالا از اینجا کار رو شروع کن چه کاری رو شروع کنم رفتم به سمت مثبت رو شروع کن باش از این وری میرم چقدر برم رادیکال ده رادیکال ده و تره چه مثلث قائم الزاویه رادیکال ده هست یک با سه سه تا افقی برو یا یک دو سه یه بایدم عمودی برو سر این وترش رادیکال دهه پس سوزن پرگار رو مز... اگه که میگم پرگار حالا سر امتحان دستی میتونی رس کنی یعنی حدودی میزن اینجا یه کمان میزنی فقط عدد بعدی تا مشخص کن دو و مثلا سه میفته اینجا این نقطه آیه بین کدوم عدد قرار داره بین یک و دو یعنی یک مایز خورده ای میشه به عدد دو منهای رادیکال سه بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد اینو نمیخواد رس کنی ها گفته بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد نشین رس کنی رادیکال سه هست تقریبا یک مایز هفت دو هم که دوه دو منهای یک مایز تقریبا حالا میشه چی؟ سه دهم هم سه ده هم. بین کدام دو عدد صحیح قرار داره بین صفر و یک همین پس حدود اینو حساب میکنی از اون عدد سه کم میکنی اما بگیم سه دهم چیز ها سه دهم دقیق نیست حاصل این گنگه مجموعه های زیرا روی محور نشان دهید اینو داده رو محور خیلی سریع بلدم یک دو سه چار یک دو سه چار بقاله چهار اینا ها اینو ببین چهار رو پیدا کن اینو یک دو سه چهار این صفر منفی یکم پیدا کن بال منفی ایک یه دایره اینم یه دایره اینا رو من وست کن چهار این ها داره مساوی داره پرش میکنی منفی یک نداره تو خالی ایکس هایی که عضو اعداد حقیقی باشن سال بعد به طوری که ایکس بوزه تمام ساوی منفی دو هم میشه اینطور گفت هم میتونیم بگیم ما ایکس به طوری که ایکس به عضو آر جفتش درست اینو داده رسم رو محور رو خواسته من رسمش میکنم نگاه کن کوچیکتر رو رسم کنیم مشکل نداری که صفر مثلا اینجا این منفی یک منفی دو منفی سه منفیه یک منفی دو منفی سه این مثلا یک الى آخر منفی دو رو پیدا کن اینها منفی دو داره بزرگتر میشه یا کمتر از منفی دو بیشتر یا کمتر میگه ایکس های بزرگتر مساوی منفی دو یعنی منفی دو به بعد میگه میگه می فلش رو زرد میکنی چون از اینا داره این مساوی داره این هم رعی میکنی میایی با من سال شیش سال شیش کدام که از اعداد زیر گنگند گنگ سه مایز چارده عدد پی عدد پی که گفتیم گنگه این گنگ دورش رو میخوان خط بکشیم سه مایز چارده این گنگ نیست چون سه مایز چارده ای که ما برای پی میگیم اون تقریبیه اما این دقیقا گفت سه مایز چارده این اعشاریه عضو عدد کیو یا گویاه اله عزیزم صفر ممیز دو سه 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 سه, یعنی بیست و سه صدوم رو سه دوره گردش اصلا دوره گردش داره تو گویاه دیگه بلش. رادیکال یک میشه یک یک هم گویاه دیگه ولش. اینو نگاه کن منی یک ممیزه 5 3 5 5 3 5 5 5 3 بعد میشه چی؟ 5 5 5 5 3 یعنی 4 تا 5 نظم داره ولی نظمش از هیچ کدوم از اون متناوبه تبعیت نمیکنه چون متناوبه اینجوری نبود که مثلا یکیش یه بار تکراشه مثلا دو بار تکراشه یکیش سه بار بعدی چهار بار تکراشه این که نشد کار این پس گنگه چرا؟ چون؟ نه به ساده بود نه به مرکب بود و نه مختوم به صفر این سه صفر نیست دا. این سه ادامه داره داره می جلو هفت یازده هم که کسر هستن جیغ میزنه که من گویان دیگه چی کارش داری ولش کن رادیکال ده منهای دو این هم که گفتیم دیگه یه عدد گنگ با یه عدد سعی جمع بشه می حاصلش میشه گنگ این هم دورشو بخط رادیکال پنج هم دورشو بخط سوال هفت سوال هفت حاصل عبارات زیر را بدون استفاده از قدر مطلق بنویسید جوابش میشه چشم نه نه باید انجام بدیم این کار را نکنید این برای تنبلاس یا مثلا یه ایکس را پیدا کنید نه دور ایکس خط بکشید این کار نکنید چشم انجام میدیم آقای پنجه به علاقه رادیکال دو بعد توش رو نگاه کنی مثبت یا منفی تابلو که مثبت این مثبت یا منفی این مثبته چرا دوست ندارم بگم برید ببینید خودتون ببینید همش 10 بار تکرار نواد بکنم میشه چی 5 بالا رادیکال دو من های گفت این قدر مطلق مثل پرانتز عمل میکنه پس منفی تو همش تاثیر پیدا کنه مثبت منفی در مثبت منفی منفی بپخش میشه مثبت یک منفی در مثبت منفی رادیکال دو حالا رادیکال دو با منفی رادیکال دو میره جواب میشه شیش دورش خط بکش بیا اینجا این مثبت یا منفی ببینیم رادیکال سه میشه یک مایز هفت سه زد داره یک مایز هفت میزنه بالاتر از چهار آره 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 پس میشه چهار منهای یه عددی بزرگتر از چهار که میشه منفی دیگه چون کوچیکه منهای بزرگه میشه یه بار بگم سه رادیکال سه از چهار بزرگتره چرا چون سه رو زد رادیکال سه کن یعنی سه رو زد یک مایز هفت کن میزنه بالای چهار پس میشه کوچیک منهای بزرگه هر وقت بشه کوچیک منهای بزرگه حاصل میشه منفی حاصل که بشه منفی بعد اینا در این منفی ضرب کنم میشه منفی چهار منفی در منفی مثبت سه رادیکال سه تمومه نه نه یه ذره ساده کن این رادیکال سه این با این سه رادیکال سه میشه 4 رادیکال سه پس کلا میشه منفی چهار به علاوه 4 رادیکال 3 آخر بعدی یه قدر مطلق کلش داره یه قدر مطلق منفی دو داره میبینی؟ یه ذره ریزه اون ببینی قدر مطلق منفی دو میشه چی؟ این آخه, آخه آخه اینو بگم منفی در منفی نگی مثبت ها اول تکلیف داخلی ترین قدر مطلق مشخص کن بعد برو سراغ قدر مطلق های بغل مقل منفی دو قدر مطلق ش... میشه چی مثبت دو دیگه چون قراره از تو قدر مطلق عدد مثبت بیاد بیرون منفی در مثبت منفی خب قدر مطلق سراسری رو میذارم میشه چهار منهای دو چرا منفی در مثبت شد خب به علاوه 5 یه, یه قدر مطلق حالا این کی اونو بعدا حساب میکنیم بیا فلان پایین هفت منهای سه دو تا میشه چی هفت منهای 6 میشه یک قدر مطلق یک همون یک منهای این قدر مطلق میشه یک قدر مطلق نو هم میشه قدر مطلق منفی نو میشه نو پس میشه منهای نو این منها در این من منها. منها تاثیر نده اول قدر مطلق رو به حسابش برس ببینید کلا از حسار و زندان قدر مطلق اعداد عبارات تو نجات بده بعد برو سراغ محاسبات الان اینو باید نجات بدن رفت توی حساری چهار منای دو 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 بله پن هفت قدر مطلق هفت هفت یکی منای نو این دیگه تو قدر مطلق نیست با این کاری نشتوش یکی منای نو منفی هشت، من چک کنم ببینم اینا درسته بله اصل عبارات زیرا به ازای مقادیر داده شده حساب کنید چشم آ رو گفته چهار، رو گفته منفی پنج آ رو برو بذار اینجا مثلا به جای آ بزار چهار به جای بم بذار منفی پنج دوین ببین چه اتفاق میفته اینجا بنویسمش می منفی هفت به علاوه چهار قدر مطلقا ببند به علاوه قدر مطلق یک منهای دو به دو به یعنی دو پنجتا منفی دو زب در منفی پنج میشه مثبت ده پس این میشه مثبت ده حالا بقیه اشتی راحت منفی هفتو با چهار جمع کنی میشه منفی سه قدر مطلق منفی سه میشه چی؟ سه به علاوه این چی؟ حاصل این حساب کردیم یک به علاوه ده میشه یازده قدر مطلق یازده هم که میشه یازده سه بلا یوزه چهارده جواب آخر این یکی گفته آر وزا منفی چهار بر رادیکال سه چشم آ منفی چهار میشه قدر مطلق منفی چهار به علاوه رادیکال سه یه رو نگاهت کنم همش ببخشی پشتم هم به شماست منفی چهار به علاوه رادیکال سه مثبت در میاد یا منفی منفی در میاد چون منفی بزرگتر از رادیکال سه بار منفی بیشتره چون منفی در میاد جفتش قرینه کن میشه مثبت چهار این هم میشه منفی رادیکال سه و از سلام سال یه ذره ویش یعنی یه از لیگه کتاب بالاتر ولی خب یاد میدیم سال مثلا شاید هفت قسمت جیم هم همین جوری بوده ولی خب نه این قلزت این خ... اینو خوب گوش کنید توان دو رادیکال از بین میبره از بین که برد یه قدر مطلق میندازه اسمش قدر مطلق x به یک به علاوه مجدد توان دو رادیکال از بین میبره از بین برد یه قدر مطلق میندازه حداقل شر رادیکال کنده شد دو با این میره منای قدر مطلق میندازه حالا برو این قدر مطلقا رو نابودش کن چه جوری با توجه به این شرط مسئله گفته x بین منفی یک و دو بچه ها بهترین راه برای محاسبات مثبت یا منفی بودن داخل اینه که یه عدد بین منفی یک و دو دلخواه مثال بزنی هر عددی دلت خواست یه عدد انتخاب کن بین منفی یک و دو کدوم دوست داری؟ صفر دوست داری؟ صفر صفر دوست نداری؟ یک هر اصلا نیم دوست داری؟ نیم هر عدد حقیقی که بین منفی یک و دو یه چیز را دست انتخاب کن صفر فکر کنم چیز قشنگه صفر رو برمیداریم صفر رو انتخاب میکنیم دل دیگه صفر رو میبزنیم تو صفر بله تو ذهنتا اینجا جا گذاری نکنی چون نگفته صفر که صفر به عنوان یه کاندیدی از این اعضا انتخاب شد با صفر داریم چک میکنیم علامت داخل رو آره صفر یه نم... مثلا چی شاخصه صفر رو تو ذهنت بذاریم تو صفر بله یک یه... یک قبل مطلق یک یک پس داخلش مثبت شد ما به جوابش کاری نداریم به علامت جوابش کار داریم پس این دا جوابش شد مثبت یه مثبت بذاریم تو ما یه رنگ دیگه بنویسیم یه مثبت بذارین تو بیایم بعدی صفر بود دیگه صفر منهای دو منفی دو پس داخل شد منفی دو پس جوابش علامتش منفی علامت علامت علامت, علامت. این دو صفر تا صفر تا چهار منه صفر چهار چهار مثبته یا منفی مثبت پس مثبتش شده بنویس حالا مثبت اگه مثبت بود خودش رو بنویسی قد اون پاک میکنی میشه x به علاوه یک منفی تک تک ها قرینه کن میشه منفی x منفی در منفی مثبت دو مثبت خب خودش رو بنویس اما چون منفی داره پشت قدر مطلق منفی رو در مثبت ضرب کن بشه منفی بعد منفی توی این پخش کن میشه منفی 4 منفی در منفی مثبت دو x اکس. حالا x ها رو با هم حساب کن x با منفی x میره یه دو x اینجا داری یک با دو سه سه منای چار منفی یک جواب میشه دو ایکس منهای یک این رو خیلی دوست دارم چرا چون یه سوال کاملی از قدر مطلق و اینکه ذهنت خلاق باشه یه عدد خودت به انتخاب خودت اختیار کنی بنویسی بچه اینجا میتونستم یک وردارم بله میتونستی با یکم هم کم همین اتفاقا هم میفتاد و آخر سجا باشه